به نام خدا. در مثال 9 قصد داریم در خصوص یکی از مباحث کاربردی در GIS تحت عنوان کاربرد ابزارهای GIS در شبکه های آب و فاضلاب صحبت کنیم. یکی از مباحثی است که در شرایط کنونی بسیار توسط این مجموعه ها مورد استفاده قرار میگیره و یکی از مجموعه هایی است که در ایران در حال حاضر دارن بر روی پروژه های طراحی، ترمیم، دیتا بانک سازی و مباحث مدیریت بحران فعالیت میکنن، چه تو حوزه آب و فاضلاب و چه در حوزه شبکه های برق شهری و بحث توزیع شبکه های برقی. خب موضوعی که ما در این مثال میخوایم بررسی کنیم این که چطور میتونیم یک دیتا بانک از اطلاعات آب و فاضلاب جمع آوری کنیم. همطور که مستحضرید از مباحث و دیتا هایی که بسیار در این موضوعات کاربرد داره بحث موقعیت منحول های آب و فاضلاب و همچنین شرایط مسیر لوله های اون هاست. این که چطور اطلاعات اونها جمع آوری میشه، چطور در این پایگاه ها قرار میگیره و بعد فعالیت های واحد GIS در پروژه های آب و فاضلاب چیه و عملا برچسب گذاری های عادی و حتی کلاس بندی شده در این پروژه به چه صورت هست، که در این مثال سعی میکنیم اون پایگاه رو ایجاد کنیم، برچسب گذاری های معمولی رو اونها بزنیم و در مثال بعدی به این شرایط بپردازیم که چطور میتونیم کلاس بندی های خاصتری روی اون اعمال کنیم و حتی روی برچسباش مانور بیشتری بدیم. خب رجوع میکنم به محیط نرم افزار. اطلاعات مختص به این تمرین در پوشه تمرین شماره 9 قرار گرفته. خب عموما برای بهتر دیده شدن عارضه هایی که در یک پروژه آب و فاضلاب یا پروژه های شهری اینچنینی مورد استفاده قرار میگیرن، میان از نقشه های پایه شهری استفاده میکنند، که نقشه هایی هستن که توسط تیم های نقشه برداری تهیه و تدوین میشن و در محیط های مثل شهرداری ها در دسترس قرار داره. برای مثال من در این پروژه یک پلان شهری در نظر گرفتم که اگر به مسیر کارمون مراجعه کنیم پوشه شماره 9 سیتی پلان رو به عنوان یک عارضه خطی ما میتونیم بیاریم. بعد ها یاد میگیریم که چطور دادای CAD رو به GIS وارد کنیم، تصحیحات انجام بدیم، که حتی این یک پکیج موضوعی متفاوت در وبسایت ما برای موضوع وجود داره که چطور با دادهای CAD با استفاده از ابزارها و تحلیل‌های مختلف بیایم اونها رو ادیت کنیم، تصحیح کنیم و تبدیل به لایه‌های GIS مورد استفاده قرار بدیم. خب من فایل سیتی پلان رو که یک لایه خطی شیپ هست باز می‌کنم. یک فایل دیگه از همین منطقه دارم تحت عنوان شیت که اون برگم یا بک‌گراند و موقعیت محدوده رو بیان می‌کنه. سعی می‌کنم رنگ‌دهی‌های خوبی روی این لایه ها داشته باشم. حتی میتونید با رجوع به پروپرتیس این لایه و بخش دیسپلی اقدام به ماتتر شدن این لایه کنید و این عملیات صرفا روی فایل شیت اعمال خواهد شد. بس سیتی پلن هم قراره که یک بک‌گراند و یک بیس مپی برای ما باشه، پس لزومی نداره که ما اون رو به صورت خیلی پررنگ و بولد روی نقشه داشته باشیم. پس ضخامتش رو کاهش میدم و رنگش رو هم تبدیل به رنگ خاکستری 50 یا 40 درصد میکنم که خیلی محتویات نقشه من رو تحت شعاع قرار نده، چون هدف توی این گونه نقشه سازی ها اینه که من بیام و اون قسمت هایی رو بسیار شاخص نشون بدم که هدف پروژه روی اونها متمرکزه و اونها رو بیایم بولد کنیم. پس سایر المان ها نیاز نیست که با رنگ های بسیار پررنگ و یا شاد قرار باشه که دیده بشن. خب در این پروژه ها ابتدا منحول های منطقه مورد نظر هستن که اونها رو توسط تیم های نقشه برداری میرن برداشت میکنن، که مطمئنا اطلاعاتی مثل طول و عرض جغرافیایی موقعیت اون منحول یا دریچه منحول و همچنین توصیفاتی از منطقه مد نظره که تیم های دیگه حین برداشت نقشه برداری میرن و به ازای هر منحولی میان و اطلاعات رو کامل در برگه های کاغذی ثبت میکنن. اینها تبدیل به پایگاه های داده هارد کپی یا کاغذی خواهد شد. بعد اینها جمع آوری میشن، زونکن هایی میشن و بعدها در GIS میان وارد میشن. خب ما اینجا سعی میکنیم که کار رو به واقعیت نزدیک کنیم، یعنی پس از اینکه
اطلاعات منحول ها توسط تیم نقشه برداری و تیم برداشت توصیفاتی جمع آوری شد، چه روی کاغذ چه توی زومکن، اونها رو در یک فایل اکسل قرار شد که بیایم ثبت کنیم، که این کار رو ما به دلیل حالا آموزشی بودن این مبحث قبلا انجام دادیم که بارها هم این قضیه رو با هم تکرار کردیم که ستونی رو در نظر میگیریم تحت عنوان ID، X و Y و Z اطلاعاتی که تیم‌های نقشه برداری به همون میدن، اسامی که در پروژه به ازای هر منحول به صورت منحصر به فرد تعریف شده، عمق هر منحول، وضعیت اون، اینکه آیا جریان فاضلاب نرمال هست یا اینکه بلوکه شده، و توضیحات متنی دیگری که شاید ستون خاصی برای اونها موجود نداشته باشیم ولی نیاز باشه که بیاییم و اطلاعاتی در مورد اون منحول و موقعیت اون عارضه به صورت مجزا ثبت کنیم. خب ردیف اول میشه سرستون هامون و از ردیف دوم به بعد هر ردیف بنگر یک عارضه مجزاست. چقدر بهتره که ما اینجا در محیط اکسل کار توصیفاتیمون رو کامل انجام بدیم که بعدها در محیط GIS نخواهیم وقت زیادی رو برای توصیفات ثبت کردن در نظر بگیریم. خب اینو من ذخیره کردم و از محیط GIS به دنبال این فایل اکسل میگردم. منحول، منحول، راست کلیک، دیسپلی ایکس وای دیتا، ستون های ایکس و وای اینجا معرفی شدن، پارامتر زد رو اگر داشته باشیم معرفی میکنیم که اینجا هم داریم و حتما سیستم مختصاتی رو چک کنید چون برای پروژه در اصفهان هست. ما سیستم رو روی UTM زون 39 در نظر میگیریم، 39 شمالی. اوکی؟ اوکی، انتظارم اینه که با تایید این گزینه بتونم منحول ها رو روی نقشه هم مشاهده کنم که این اتفاق هم میفته. خب این لایه موقتی هست، پس باید اون رو دائمیش کنیم. ازش خروجی شیپ فایل تهیه میکنم میتونیم در یک پوشه دیگه اسمشو بذاریم منحولز. اوکی، آیا مایل به فراخوانی لایه در محیط نرم افزار هستید؟ بله. لایه قبلی رو میتونم حذف کنم، لایه موقتم رو، و منحولم رو با یک رنگ مناسبی روی نقشه نمایش بدم. روی گرافیکش کلیک میکنم، کمی سایزش رو افزایش میدم و اون رو با یک رنگ اینچنین روی نقشه سعی میکنم ببینم. خب این میشه پایگاه داده نقطه ما یا منحول ما که ممکنه تعدادش مثل این تمرین در یک پروژه محدود و در حد 72 تا عارضه باشه یا در یک پروژه بسیار گسترده شهری به چند هزار عارضه برسه. مراحل کار به همین ترتیبه. خب چون ما در سطح زمین موقعیت منحول ها رو میتونیم مشاهده کنیم و برداشت کنیم و از طرفی هر منحولی در یک سمتی از خطوط لوله قرار گرفته و به عبارت دیگه هر خط لوله فاضلاب در دو طرف ابتدا و انتهاش به یک منحول منتهی میشه، در نتیجه کاری که ما اینجا میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم و چون لوله ها در عمق زمین قرار دارن بیایم بر اساس موقعیتی که منحول ها رو در سطح زمین میبینم برای هر دو منحول یک پایپ در نظر بگیریم. خب برای اینکه کمی نقشه خلوت‌تر بشه میتونم لایه های اضافه رو خاموش کنم، در مسیر مورد نظرم لایه‌ای بسازم به اسم پایپس، جنسش رو به حالت خط در بیارم و سیستمش رو هم مشابه لایه منحول ها در بیارم که زون 39 UTM خواهد بود. اوکی اوکی، خب همچین لایه ساخته شد. کمی تغییر حالت گرافیکی رو براش در نظر میگیرم، ادیتور رو روشن میکنم و شروع میکنم برای این لایه عارضه سازی. خب ببینید دقیقا به دلیل اینکه لوله ها در عمق قرار گرفتن
هر پاره خط رو از یک منحول شروع و به یک منحول ختم میکنم. دقت کنید که حتما منحول ها رو بگیرید برای شروع کار، یعنی اسنپشون کنید و انتهای کار هم دقیقا روی منحول باشه. همین که موس رو به این قسمت میارم نوشته منحولز پوینت. خب گونه دیگه از ترسیم هست که شما میتونید اینجا کلیک کنید و در هر شکستگی یک منحول قرار بدید و کار رو به اتمام برسونید، اما این حائز اهمیت نیست برای ما، چون شما برای تمامی این مسیر خط شکستگی هایی در نظر گرفتید که اونها تبدیل به یک عارضه میشن. اگر تا اینجای کار رو دقت کنم، قسمت اول یک عارضه خطی لوله است، قسمت دوم هم همینطور، قسمت سوم چندین پارامتر لوله رو شامل میشه. چون من بعدها نیازه که اینها رو بیام و توصیفاتی برشون ثبت کنم و از طرفی هر تکه لوله برای خودش مشخصاتی مثل عمق محل قرارگیری، مثل کد خاصش، مثل قطر اون لوله در نظر گرفته میشه براشون، در نتیجه اینطور نمیتونم بیام و برای اونها عارضه سازی کنم. میباید تمام اینها تفکیک شده باشن. پس در ابتدای هر منحول یک کلیک و در انتها هم یک دابل کلیک میکنید که منجر به ساخت یک ردیف مجزا بشه. اما اگر هم همچین ترسیمی داشتید اشکالی نداره، میتونید زمانی که ادیتور روشنه اون عارضه رو انتخاب کنید و با ابزاری مثل اسپلیت شروع به تکه کردن اونها کنید. از این نقطه این عارضه رو به دو قسمت تبدیل میکنم. برای ادامه کار هم همین روند رو اعمال میکنم. ببینید، انتخاب اسپلیت تول، انتخاب اسپلیت تول، تمام اینها تفکیک شده و همونطور که مستحضرید من اینجا 8 تا عارضه لوله خواهم داشت. به این ترتیب کار رو پیش میبرید تا تمام ترسیمات انجام بگیره که ما قبلا این کار رو انجام دادیم و مشاهده میکنید که تمام این پارامترها خودشون یک عارضه مجزا هستند. خب حالا میتونم بیام و سیتی پلن ها رو روشن کنم و رنگ پایپ رو به رنگ دلخواه تغییر بدم. این میتونه یک نقشه بسیار مناسب و عالی باشه برای ارائه و همینطور نقشه سازی، اما خب این به تنهایی گواه همه موضوع نیست و ما باید پارامترهایی مثل برچسب ها رو روشون لحاظ کنیم. خب خودتون اطلاع دارید که زمانی که من اکسل رو میساختم اطلاعاتی رو بهش اختصاص دادم مثل عنوانشون و اون رو در جدول GISش هم به طب قرار خواهد داد. من اینجا قصد دارم برچسب های روی عارضه هام بزنم. قبلتر ما یاد گرفتیم که با مراجعه به پروپرتیز لایه، تیکه گزینه Label Features in This Layer و انتخاب ستونی که قصد داریم بر اساس اون برچسب گذاری صورت بگیره، میتونیم برچسب ها رو اعمال کنیم. به عنوان مثال دوست دارم اسم هر منحول روی اون نقش ببنده، کمی سایز لیبل ها رو افزایش میدم و گزینه اپلای رو میذارم. به ازای هر عارضه شما یک برچسب یا لیبل خواهید داشت. اما موضوعی که اینجا مهمه، جدا از اینکه شما باید به صورت دقیق تری برچسب ها رو اعمال کنید چون عارضه های متراکم تری دارید، یک بار این رو تایید کنید. مثل الان اگر ببینید فونت زیاده کمش کنید و اگر هم ببینید موقعیت قرارگیری اینها عالی نیست، میتونید روی پلیسمنت پروپرتیز کلیک کنید و مکان قرارگیری برچسب ها رو به جای اینکه شمال شرق اون عارضه باشه چینج لوکیشن بدید و بگید حتما بالای اون عارضه این رو ثبت کن در اولویت اول. به عنوان مثال این پارامتری که مد نظرم هست، دقت کنید، اول بیا بالای اون عارضه بزن، اگر جای نبود یا فشردگی و تراکم عارضه ها و برچسب ها بسیار بود بیا تو موقعیت های 2 و اگر هم نمیشد بیا موقعیت 3. پس این گزینه مناسبیه. همطور که میبینید برچسب ها به فرم بهتری ثبت شدن. اما بیایم کمی ریسرچیم به این قضیه و اگر فرم دیگری از برچسب گذاری رو از ما خواستند چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ دقت کنید، فرم دیگه منظورم اینه که از شما بخوان که برچسب هایی رو با حالت های رنگی کلاس بندی شده ثبت کنید. به عنوان مثال ما قبلا یاد گرفتیم که در قسمت سیمبولوژی ما میتونیم از لحاظ رنگی خود عارضه رو تغییر بدیم.
به عنوان مثال اگر قصد داشته باشم که بر اساس پارامتری مثل وضعیت جریان نقاط رو به دو رنگ قرمز و سبز تقسیم کنم، قرمز برای قسمت هایی که بلوکه شده منحول هاتون و سبز برای جایی که جریان نرمال هست، به راحتی این کار رو قبلا یاد گرفتیم. در سیمبولوژی حالت کیفی رو داریم، کاتگوریز، گزینه فلو، اد آل ولیو، دو حالت بیشتر نیست. در حالت نرمال سایز 6 با رنگ سبز رو براشون لحاظ کن و در حالت غیر نرمال رنگ قرمز رو با ضخامت 6 در نظر بگیر. خب همطور که میبینید برخی از این عارضه ها با رنگ قرمز نشون داده شده، اگر لیبل ها رو برداریم بهتر میبینیمشون. خب این از شکل گرافیکی خود سیمبول هامون بوده، اما موضوعی که برای من مهمه الان بحث برچسب گذاریه. هایپر رو سعی کنیم با یه رنگ دیگه ای نشون بدیم. خب بحث برچسب گذاری اونها، یعنی اگر من لیبل رو روی اونها ثبت کنم، من دوست دارم که لیبل هام هم به مانند شکل گرافیکی اونها برای قسمت هایی که جریان برقراره و مشکلی نداره حالت نرمال هست لیبل سبز رنگ، و برای قسمت هایی که مشکل دار هستن لیبل قرمز بخوره، که توی اون فرمت نقشه سازیم حالت بهتری رو بتونم لحاظ کنم. خب این رو چطور باید لحاظ کنیم؟ مجدد مراجعه میکنیم به قسمت پروپرتیز، قسمت لیبلز، و به جای اینکه متدمون روی حالت لیبل آل فیچرز the same way، یعنی برچسب بزن تمام عارضه ها رو به یک صورت واحد، به جای این حالت میایم گزینه define classes of feature and label each class differently رو انتخاب میکنیم و شروع میکنیم کلاسه های تعریف کردن. اگر قراره که برچسب های متفاوتی با نمادهای مختلف خورده بشه با رنگ ها و سایز ها و فونت های مختلف، پس باید گروه بندی رو اول تعریف کنیم. در از قسمت add میتونیم گروه های رو تعریف کنیم، به عنوان مثال گروه نرمال اینتر، و دوباره میام و گروه بلاکت رو انتخاب میکنم. تو قسمت کلاسز شما الان گزینه نرمال و بلاکت رو دارید. دیفالت همون حالت ابتدایی ما بوده، من میتونم این گزینه رو انتخاب و اقدام کنم به حذفش که فقط دو گزینه دلخواهم، یعنی نرمال و بلاکت باقی بمونه. خب اما حالت نرمال چه حالتیه؟ این رو شما باید از گزینه SQL تعریف کنید. این محیط شبیه به Select by Attribute هست. شما میایید و میگید نرمال حالتیه که جریان برابر باشه با از Get Unique Value نرمال رو میاریم. از اطلاعات توصیفیش داره میگه ستون فلو برابر به حالت نرماله. اوکی؟ خب در این حالت من مایلم برچسب ها با رنگ سبز نقش ببندن، حالت میتونید بولد باشه یا هر مدلی که مد نظرتونه، و چه عاملی رو قصد دارید روی عارضه نشون بدید؟ گزینه نیم رو، یعنی من اسم اونها رو میخوام با رنگ سبز مشاهده کنم. این برای کدوم گروه؟ گروه نرمالی که در SQL query ما حالتش رو تعریف کردیم. خب میام و برای بلاکت همین رو تعریف میکنم. SQL query برابر میشه با flowی که برابر با manhole is slightly blocked. اوکی؟ و میام رنگش رو به حالت قرمز تغییر میدم و بولدش میکنم. الان دو گروه داریم، نرمال با این رنگ و بلاکت هم با این حالت. به محض اینکه شما اوکی میکنید تغییراتتون روی عارضه ها لحاظ میشه، که در صورتی که با رنگشون مسئله ای داشته میتونید دوباره رجوع کنید به همون قسمت و تغییراتی رو اعمال کنید. پس به این ترتیب ما علاوه بر این که میتونیم برای سیمبول اونها و نمادشون سیمبولوژی مناسبی ببندیم و کلاس بندی رو لحاظ کنیم، برای لیبل های ثبت شده روی عارضه ها میتونیم این کار رو انجام بدیم و لیبل ها رو هم میتونیم کلاس بندی مجزایی داشته باشیم. هر زمان از این حالت خسته شدید میتونید بیایید و گروهاتون رو رینیم کنید یا پاک کنید و ادامه فعالیت رو انجام بدید. امیدوارم که لذت برده باشید. ادامه همین پروژه رو برای مباحث فنی تر در قسمت بعدی خواهید دید.